سرکرده گروهک منافقین هم با خوشحالی آمد و مدعی حمایت از مردم شد. فراخوان‌های مریم رجوی، استیصال و افسار گسیختگی تلویزیون تحت امر خامنه‌ای و سپاه پاسداران ولایت. خبرگزاری نیروی قدس سپاه پاسداران، ارگان صدور تروریسم ولایت خامنه‌ای که زیر ضرب شعارهای کوبنده جوانان قیام آفرین میهن است، در مطلبی پر از غیظ و استیصال تحت عنوان حمایت مریم رجوی از اغتشاشات در برخی نقاط کشور نوشت: مریم رجوی با انتشار پیام تصویری خطاب به تظاهر کنندگان مدعی شد که باید کانونهای شورش را گسترش داد. مریم رجوی در پیام تصویری که منتشر کرد، با سوء استفاده از تجمع چند روزه اخیر برخی شهرهای تهران تظاهر کنندگان را به آشوب دعوت کرد. به این مدعی شد که اکنون زمان گسترش و جهش کانونهای شورشی است. این در حالی است که با این فراخوان توسط مجاهدین بیش از هر چیز نشان می‌دهد اعتراضاتی که قرار بود در انتقاد به اوضاع اقتصادی باشد از مسیر خود منحرف شده است. پیشتر در اغتشاشات آشوبگران در فتنه 88 مجاهدین با صدور بیانیه از اغتشاشات خیابانی در داخل کشور حمایت کرده بودند. پیشتر نیز مریم رجوی مردم را به اعمال خشونت و سردادن شعارهای ساختار شکنانه دعوت کرده بود. رئیس جمهور آمریکا امروز در توییتی از اینکه برخی افراد دیروز در برخی تجمعات از مطالبه اقتصادی مردم سوء استفاده کردند، ابراز خرسندی کرد و مدعی شد از مردم ایران حمایت می‌کند. اینجا مشهد. پنجشنبه‌ای که گذشت، جمعی از مردم در میدان شهدا تجمع کرده بودند تا دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کنند. غالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود. البته چند نفر معدود سعی کردند شعارها را منحرف کنند، اما هوشیاری مردم آنها سرکرده گروهک منافقین هم با خوشحالی آمد و مدعی حمایت از مردم شد. آنچه که در این دو روز گذشته درس ها و نکات مهمی برای همه، اهم از مسئولان و خواص و مردم دارد. نکته نخست این که مشکلات اقتصادی و گله‌مندی مردم یک حقیقت انکارناپذیر است. هر فرد و مسئولی که بخواهد این واقعیت را انکار کند به بیراه رفته است. اما از طرف دیگر مردم هم باید بدانند هر گونه دغدغه و گله‌مندی و مطالبه باید از بستر قانونی پیگیری شود. هر گونه بستر غیر قانونی زمین ساز موج سواری زخم خوردگان و دشمنان کینه‌توز ملت ایران خواهد شد.